واکنش ها به آنچه که هفته پیش بر دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از ملاقات با پدر و مادرشان گذشت ادامه دارد. یک مقام وزارت اطلاعات ایران گفته که زهرا و نرگس موسوی پس از ملاقات با والدینشان دست به اقدامی خلاف ضابطه و مقررات زدند و ماموران را کتک زدند. در این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از این مقام امنیتی گفته وزارت اطلاعات هر گونه قصور احتمالی ماموران را پیگیری خواهد کرد. 37 زندانی سیاسی در زندان اوین هم در نامه دولت حسن روحانی را مخاطب قرار دادند و خواستند موضعش را در این باره روشن کند. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی هم از مراجع تقلید خواستند این برخورد را محکوم کنند و گفتند نگهبان‌ها باید رسماً عذرخواهی کنند. در همین ارتباط مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد حکومت به حسن روحانی هشدار داده که اگر سکوت کند حامیانش از او جدا می‌شوند. آقای خزعلی که به عیادت زهرا و نرگس موسوی رفته بود در گفتگو با پناه فرهاد بهمن درباره وضعیت آنها توضیح داد. دیشب به دیدار دختران میرحسین موسوی رفتیم و آثار بازگرفتگی بر روی دست نرگس خانم کاملا مشهوده و این چیزی نیست که نیاز به تحقیق داشته باشه. به هر صورت و به هر دلیل یه همچین رفتار ناشایستی یک ناهنجاری است و یک رفتار زشت غیر فرهنگی است. ببینید مأمور اونها چیزی خواسته که بسیار شنیع و زشت من ذکر نکنم. طبیعتاً مقاومت کردن، نپذیرفتن و منجر به درگیری و گاز گرفتگی شد. من فکر میکنم آثار ضرب و جرح وقتی زهرا خانم تعریف میکرد از ضربه هایی که اون مأمور به صورت ایشون میزد، تعبیرشون بود که خیلی فنی و حرفه‌ای به تعبیر کفگرگی به صورت ایشون میزده. و بعد هم صحنه‌ای که زهرا خانم میبینه، میبینه که مأمور آویزون به دست نرگس خانم و بعد متوجه شده نه، دست ایشون بین دندون‌های اون مأمور گیر کرده. صحنه این است. بله اگر کسی شما رو هم بخواهن اون تقاضا رو از شما بکنن و بخواهن شما رو برهنه کنن، من فکر کنم شما هم مقاومت میکنید و با ضرب و شتم هم اجازه نمیدید این تعدی به حریم خصوصی شما انجام بشه. هر کسی، من هم اجازه ندادم، من هم وقتی که در بازداشتگاه از من همچین تقاضایی کردن مقاومت کردم، گفتن زنجیر میاریم، پابند میاریم، دستبند میاریم، هر چی میخوام بیارید، امکان نداره. خب آقایون نیومدن، این کارو نکردن، معاون بازداشت اومد و جمعش کرد قضیه رو، ولی دستور داشتن که این کارو بکنن برای تحقیق. این ترپندیس برای تحقیق افراد. منو 2 سال پیش با دست شکسته، دندان شکسته، دهان پرخون و پای زخمی بردن در بازپرسی. قاضی دید همون موقع، شکایت کردم فی مجلس. 2 سال دوندگی کردیم، هیچ خبری نشد. منو از زندان بردن پزشک قانونی خودشون بود، منو قبول نداشتن. الان رغم اینکه من قبول نداشتم پزشک قانونی، ولی رفتم، ولی گزارش پزشک قانونی هیچ وقت به دادسرا نرسید و هیچ نتیجه اون شکایت نداشت. شکایت های دیگه هم بود. من همسر خودم متاسفانه در همین اتاق ملاقات، در محل ملاقات دستش زرد بود که چند ماه درمان میکرد و فیزیوتراپی میرفت. اگر این روند ادامه پیدا کنه، مأمورین جری میشن و میتونن هر تعدی نسبت به متهمین و خانواده های اونها اعمال کنن. باید به خود جدی بشه انشاءالله. اگر با این پدیده، با این گازگرفتگی در گذشته که مسبوق به سابقه است برخورد شده بود به گونه ای که بگن این یک رفتار ناشایست، زشت و ناهنجاره، امروز شاهد این نبودیم که یک مأمور این کار کنه. بزرگترها این کار رو کردن قبلا و برخورد نشده. الان دوستان پزشک ما دیروز میگفتن که خب خطر گازگرفتگی جدی است، به خانواده های زندانی سیاسی بگید حتما واکسنشون کامل کنن، واکسن بزنن. خب این شوخی پیام داره. بعد واقعا الحمدلله وزارت اطلاعات بیانیه‌ای داده که در صورت مقصر بودن یا قصور هر دوش برخورد خواهد کرد و ما منتظر این برخوردیم. این آبرو میشه برای این دولت انشاءالله. مهدی خزعلی بود. محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری هم درباره ابعاد حقوقی تفتیش بدنی در ایران توضیح داد. ببینید، ما معتقدیم که هست آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد غیرقانونی هستش و مخالف قانون اساسی هستش و مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین‌المللی هستش و همچنین مشمول حکم حکومتی هم نمیشه. اما قانون در مورد تفتیش بدنی به اشاراتی داشته و بحث کرده. ببینید، تفتیش بدنی در مورد متهم در آیین دادرسی کیفری بررسی شده با هدف کشف ابزار و وسایل جرم.
در مورد زندانی و ملاقات کنندگان در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها پیش بینی شده و بحث شده. بنابراین بحث تفتیش بدنی و بازرسی بدنی بی حد و حصر نیست، بلکه معیارهای قانونی داره، از جمله این که تفتیش بدنی و همچنین بازرسی بدنی در مورد اعضای داخلی انسان، همچنین در مورد تفتیش بدنی برای با درآوردن لباس ممنوع هستش مگر به حکم مقامات قضایی و همچنین ظن قوی به شرط همراه داشتن لوازم جور، از جمله این که تفتیش بدنی و بازرسی بدنی میبایست با وسایل، با تدابیر مناسب و همچنین با در نظر گرفتن که در چشم عموم نباشه و همچنین اگر که شخص تمکین نکرد برای بازرسی بدنی، ضابطه دادگستری باید بدون درگیری، بدون ایراد ضرب و جرح و همچنین ایراد صدمات روحی و روانی باید اقدامات خونسا کننده رو انجام بدن. بنابراین اقدامات همچنین در قانون مشخصش هستش، معیارهای قانونی مشخصش، اگر عبور بشه از این معیارهای قانونی در واقع به نوعی حریم خصوصی افراد و همچنین وارد شدن به خلوت افراد و به نوعی توهین و حدش حرمت هستش. بنابراین اصل در واقع رعایت شؤون و کرامات انسانی در بازرسی بدنی و تفتیش بدنی است و دختران آقای موسوی میتونن در این مورد به دادسرای نظامی و طریق دادگستری موضوع رو پیگیری بکنن و شکایت بکنن مأمور خاطی.